بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد. من تشکر میکنم از حضرت عالی که اظهار لطف فرمودید و تشریف آوردید اینجا. خود بنده از کسانی بودم که از خدمت حضرت عالی تقاضا کردم و خواستم که در بروجرد کاندید بشید و این روی چند جهت بود، یعنی چند جهت مورد نظر من بود، با اینکه شاید خیلی مورد نظر شما نبود در این دوره در بروجرد کاندید بشید. یک مطلب این است که بروجرد همیشه نمایندگانی که در تهران و در مجلس داشته شخصیت‌های بالایی بودند، شخصیت‌های تراز اول بودند در منطقه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سید علی اصغر سلطان العلماء، پدر مرحوم آقای سلطانی، خب ایشون از نمایندگان بروجرد در مجلس بودند. خب شخصیتی بود که اونجا اون قصه‌اش با سلیمان میرزا رئیس فراکسیون سوسیالیست ها در اون زمان که روز ماه رمضان آب در مجلس خورده بود که ایشون خب بلند شد و اعتراض کرد و بعدم در مسجد سپهسالار بحث نشست که این کار خلاف کرده و باید توبه بکنه. او هم یه قدری لجبازی کرد و مجلس تعطیل شد، بازار رو بستن، مردم یه هیاهویی شد تا سلیمان میرزا آمد و توبه کرد. خب من اشتباه کردم، توبه کرد و ایشون برگشت. و خود مرحوم آقای سلطان العلماء پسر عمه مرحوم آقای بروجردی هم بود، خب شخصیت به اسلام والایی بوده. و کسانی که بودن مرحوم سقط الاسلام که خود رضا خان وقتی مرحوم آقای بروجردی در مرز دستگیر شدن و به تهران منتقل شدن، خب اونجا مرحوم آقای عبدالحسین از رضا خان خواسته بود که بزن آزاد کنید، که اونجا چیز کرده بود که پس بره منزل سقط الاسلام. و سقط الاسلام شخصیتی بود، مؤمن بود، هم تراز آقای بروجردی بود، اصفهان درس خونده بود، اما خودش اونجا گفته بود که لودار الام که من امامه رو بردارم تو قضایای امامه برداری یا مجلس، من امامه رو ترجیح میدم در مقابل رضا خان. ما یه شخصیت های بزرگی به قول معروف داشتیم که اینها تأثیرگذار بودن و بعد هم ادامه پیدا کرده، یعنی همین چور بوده. ولذا حضرت عالی یه شخصیتی در سطح ملی هستید نه در سطح منطقه و بروجرد. این برای بروجرد یک اضافه است که حضرت عالی اظهار لطف فرمودید و اینجا قبول کردید که کاندید بشید. این یک مطلب بود که مورد نظر من بود. مطلب دیگر، شخصیت خود حضرت عالی جدای از همه جهاتی که دارید، انتصابتون به مرحوم آیت الله العظمی آقای حاجی علی محمد نجفی بروجردی که خود من این افتخار رو داشتم که سالها خدمتشون بودم. من چه دوران کودکی و نوجوانی ما، بسیاری از اوقات بروجرد که ما تابستان ها بودیم در خانه شما گذشته، اونجا خیلی من خدمت ایشون انس داشتم. ایشون هم خب یه سفر طولانی تهران تشریف آوردن دیگه که بعد مشهد رفتن و دوباره برگشتن به بروجرد، منزل ما بودن در تهران. و من هم قم که آمده بودم زیاد بروجرد می آمدم و خیلی خدمت ایشون می رسیدم، خیلی زیاد درس های ایشون شرکت بکردم نوعا که حتی اونجا مرحوم آقای مولانا و مرحوم آقای صاحب الزمانی اینا مستشکل درس بودن. آقای مولانا بیشتر مستشکل اصلی آقای مولانا بود و خیلی مورد توجه ایشون بود و علاقه داشت با آقای مولانا. تو طلب شدن من ایشون نقش داشتن، تو راه نشون دادن به ما ایشون نقش داشتن. ایشون اهل معنا بودن، قضایایی داشتن از مرحوم آقای اصلی آقای قاضی. ایشون از بهترین و مبرزترین شاگردان مرحوم آقای آشکان حسین اصفهانی بودن. یه شخصیت صاحب کمالی که ایشون حالا خودشون بفرمودن به امر آقای بروجردی، من میخوام بگم به تقاضای مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی بروجرد تشریف آوردن. ایشون آمده بودن قم و برگردن به نجف، مرحوم آقای بروجردی ازشون خواستن. آقای بروجردی جای نماز خودشون رو به ایشون دادن، مسجد شاه جای نماز آقای بروجردی بود، جای نماز خودشون رو به مرحوم آقای شیخ دادن. حضرت عالی انتساب به این بیت دارید، انتساب دارید به بیت مرحوم آیت الله عبدالحسین لاری، اون شخصیت بزرگ در منطقه جنوب ایران و مجاهد،
ولذا شخصیت حضرت عالی یک شخصیتی است که با این اضافاتی که هست به اضافه فعالیت ها و تلاش هایی که خود شما در این دوران مسئولیت های مختلف در نظام داشتید، یک شخصیت مورد اعتماد همه بزرگان نظام هستید. و طبعا از نظر ما کسی اگر برای بروج بخواد نافع باشه و کار بکنه بهتر از شما نمیشه، بهتر از شما نخواهد بود. مطلب دیگر که من نسبت به حضرت عالی باز مورد توجه هم بود، الان بعضی ها نخ میزنن، به هر حال ممکنه از آن رقبا باشه، با اطلاع بی اطلاع که ایشون در بروجرد بودن، کاری نکردن، کاری در بروجرد انجام نشده. خود من از اون روزهای اول که شما تلاش میکردید بروجرد فرمانداری ویژه بشه، تلاش داشتید استانداری مستقل بشه، اینا همه برنامه هایی بود تو وزارت کشور، نشد، تبدیل شد به فرمانداری ویژه. مسائلی که بروجرد با خرم‌آباد داشته، تلاشی که داشتید سر قصه راه آهن، سر قصه فرودگاه، سر دانشگاه های طلاب بروجردی، این که بروجرد ارزم بزرگتون که اون نقش اساسی و اصلی خودش رو داشته باشه، من شاهد بودم و باز شاهد بودم اون موانعی که بر سر راه بود، که حتی اون زمینهای افتاده هرزی که مال دانشسرا بود به دانشگاه آقای بروجردی میخواستن بدن، باز کیا مانع شدن و کیا جلو آمدن، با چه جون کندنی که رفت تو هیئت دولت، خود آقای روحانی مداخله کرد، آقای نهاوندیان زنگ زد، همه این حرفا، بعدن یه آقای جلو، وقت اینا جز کارهای نشده یه شما محسوب شده. یا راه آهن پروژهش پیش میره، یک ارزم به حضورتون که حرکت غیر مسئولانه، یا قصه فرودگاه، قصه فرودگاه چقدر بالا و پایین شد. ما یک مسائلی است که خوبه که من ممکنه از کسی خوشم نیاد، ممکنه از یک کسی انتقاد داشته باشم، اما کارهای مثبت افراد نفع نشه. ما الان بروجرد، خود حضرت عالی بهتر از بنده میدانید، بروجرد یک منطقه خاصیه. یه زمانی میگفتن بروجرد یه شهر کوچیکه و همدان یه ده آباد. بروجرد از نظر فرهنگی خب سابقه درخشانی داره. ما احکامی داریم که حکام تهران دوران قاجار حکم میدادن، حاکم بروجرد و لرستان، بروجرد و خوزستان، بروجرد خودش از نظر فرهنگی یه شأنی داشت، ولذا احتیاج داره به یک شخصیتی که در اونجا در تهران به قول معروف به حرفش گوش بدن. حضرت عالی با افراد معمولی تفاوت میکنیم. شما اونجا در همین دور قبل خب این کمیسیون ها که تشکیل میشد، بلا فاصله پیشنهاد ریاست اون کمیسیون به امنیت به حضرت عالی شد. این تشخصی است که شما کسب کردید در این نظام. این تشخص رو ما میخوایم به نفع بروجرد استفاده بشه، به نفع مردم بروجرد بهره برداری بشه. و من امیدوار هستم که حضرت عالی ان شاء الله در این دور جدید دوستان ما، همشهریان عزیزان، به این نکات توجه داشته باشند، با وجود احترام به همه عزیزانی که کاندید هستند، به همه کسانی که احساس مسئولیت کردن و جلو آمدن، اما در این حال یه حقایقی هست که اینها باید محفوظ باشه. تکریم حضرت عالی، تکریم مرحوم آقای شیخ رضوان الله تعالی علیه، یحفظ المرفی فی ولده، ما نسبت به شما اون چی که خود من دیدم از اون روزگار اول، چه دوران وزارت خارجه که شما ارزم سفیر بودید، در چین بودید، در جهات منشأ خدماتی بودید، در جهات مذهب و در جهات به اصطلاح کارهای مثبت و روشن همیشه پیش قدم بودید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مولانا به وسیله حضرت عالی چین آمدن دیگه، در اونجا مشغول تبلیغ در چین شدن. اینا نکات بسیار مثبتی است که فراموش شدنی نیست. مسئله نمایندگی مسئله مهمی است، میتوانه در سرنوشت شهر و منطقه تأثیر داشته باشه. احساس مسئولیت باید در مقام انتخاب وجود داشته باشه و به اون کسی رأی بدن که اضافه بر همه جهاتی که صلاحیت هایی که باید داشته باشه، این خصوصیات هم درش باشه. و ما به حمدالله این خصوصیات رو
در حضرت عالی به روشنی میبینیم. امیدوار هستیم که مردم ما این توجه رو داشته باشند و در این دور آینده و انتخابات دور دوم سعی کنند شایستگی ها رو در نظر بگیرند، اون شایستگی هایی که به کار شهر و به کار مردم بیاد و اونجور که مردم بروجه صداوارش هستن و لایقش هستن انشاءالله کارها انجام بشه.